دنیا وجود ندارد و این تنها افزایش نیروی جاذبه است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می شود. ارتعاش کلمات، ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف. با مطالعه بر روی اعداد می توان متوجه شد که اعداد نقش مهمی در زندگی ما انسان ها دارند. علم اعداد و علم حروف در الهیات مسیحی برای تفسیر گذشته یا پیشگویی آینده به کار می رود. فیثاغورس و شاگردانش اعداد را بسیار مقتدر می دانستند و بر این باور بودند که اعداد، حروف و کلمات ماهیت واقعی جهان را به تصویر می کشند. من امید هستم و شما را به تماشای این ویدیو دعوت می کنم. اگر هنوز ما را سابسکرایب نکرده اید، برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما برای دکمه سابسکرایب بفشارید. همه از این امر آگاه هستیم که اعداد نقش مهمی در علم و به ویژه ریاضیات و آمار و همچنین ستاره شناسی داشته و از کاربردهای مهمی در رشته‌های مهندسی و حسابداری برخوردارند. کمپانی‌های بزرگی از قدرت اعداد در تجارت خود بهره برده‌اند. برای مثال کمپانی گوگل در واقع یک اصطلاح ریاضی است که به معنای عدد 1 که 100 صفر در مقابل آن قرار گرفته می‌باشد. حتی دانشمندان بزرگ از قدرت اعداد در محاسبات و اختراعات خود سود می‌بردند. برای مثال بیایید نگاهی به جمله استرانومیز نیکولا تسلا بیاندازیم. او می‌گوید اگر شما فقط می‌دانستید که اعداد 3، 6 و 9 چقدر با اهمیت هستند، در این صورت شما کلیدی به تمام دنیا را در اختیار داشتید. علاوه بر اختراعات بیشمار و طرح‌های آینده، نیکولا تسلا نابغه ای عجیب و غریب بود که به دلیل برخی خصوصیات رفتاری نیز معروف شد. او همچنین همواره در اتاق‌هایی از هتل اقامت می‌کرد که عدد مربوط به آن بر 3 بخش پذیر باشد. او برای تمیز کردن بشقاب‌های کثیف از 18 عدد دستمال کاغذی استفاده می‌کرد. او حتی برای ورود به ساختمان‌ها معتقد بود که باید حتما 3 مرتبه به دور یک مانع بچرخد. اما تا به امروز هیچ توضیحی برای این رفتارهای مرموزانه نیکولا تسلا ارائه نشده است. به گفته مارکو رودین این اعداد نشان دهنده یک بردار از بعد سوم به بعد چهارم هستند که از آن به عنوان میدان جریان یاد می‌شود. راندی پاور نیز معتقد است که اعداد 3، 6 و 9 یک کلید مخفی برای انرژی آزاد است. لازم است که بدانیم نیکولا تسلا تا آخرین لحظه زندگی خود در روی انرژی آزاد تحقیق و بررسی می‌کرد. عدد 13 نزد اغلب ملل نحس، شوم و نامبارک شمرده می‌شود و طول قرن‌ها سعی شده است از استفاده از این عدد پرهیز شود. اما این عدد برای بعضی ها نیز عدد مقدسی به شمار می رود. برای مثال عدد 13 همیشه با سحر و جادو در ارتباط بوده و عددی به شمار می آمده است که اعتقاد داشتن از قدرت اسرارآمیزی برخوردار است. این عدد نشان معرفت درونی است که به افرادی که به آن آشنایی دارند قدرت می بخشد. در ارتباط با اینکه چرا عدد 13 نحس است، می توان گفت که عدد 13 ممکن است برای کسانی نحس باشد که از رازهایی که این عدد آشکار می کند می ترسند. ولی برای طرفداران علوم اسرارآمیز عدد مقدسی است. همچنین عدد 13 در بسیاری از آداب و رسوم که علم هندسه در آنها به نوعی وجود دارد نقش محوری داشته است، زیرا نمایانگر الگویی بوده است که در انسان طبیعت و بهشت دیده می شود. برای نمونه 13 مفصل اصلی در بدن آدمی وجود دارد، یا اینکه سال خورشیدی 13 مدار قمری دارد. اما همانطور که گفتیم برای بعضی ها این عدد نحس است که سرمنشأ آن اعتقادات مذهبی و یا اتفاقات تاریخی می تواند باشد. برای مثال مسیحیان هیچ وقت 13 نفری سر یک میز غذا نمی خورند. آنها معتقدند عیسی قبل از مصلوب شدن با یارانش که 12 نفر بودند و با عیسی جمعی 13 نفره را تشکیل می دادند، بر سر یک میز شام خوردند و روز بعد عیسی به صلیب کشیده شد. خرافاتی های آمریکا مبتکر عدد 12 به علاوه 1 بوده اند و مردم سوئد اگر تعطیلات آخر هفتهشان به 13 هم بیفتد می گویند هفته نحسی را در راه دارند.
خرافات درباره نحسیه 13 تا جایی بالا گرفته است که در بعضی از خطوط هواپیمایی از جمله ایرباس صندلی شماره 13 وجود ندارد. اما چرا عدد 13 برای ما ایرانیان نحس است؟ شاید خیلی ها ندانند چرا روز 13 فروردین ماه به عنوان یک روز نحس نام برده می شود، در حالی که همه این روز را به شادی در طبیعت می پردازند. جالب است بدانید که این قضیه در تاریخچه 13 به در به سالهای قبل از اسلام برمی گردد، زمانی که بسیاری از ایرانیان در این روز به قتل رسیدند. جواب این سوال را در بسیار از کتب تاریخی غرب و به خصوص اسرائیل و همچنین در کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان یعنی تورات میتوان یافت. در کتاب مقدس آیه استر بخش 9 اینگونه آمده است که شاه ایران زمین که در پایان جشن 180 روزه از باده نوشی بدمست شده بود، در هنگام بدمستی شهبانو وشتی را میطلبد تا او را به اغیار بنمایاند. ملکه از این دستور گستاخانه شاه سر باز می زند و شاه که خشمین گردیده او را از شهبانویی ساقط می کند و او را به دست جلاد می سپارد. یهودیان که در سراسر ایران نفوذ فراوان داشتند، جسارتشان به جای رسیده بود که از دادن مالیات و خراج استنکاف می کردند و این استکناف موجب شده بود که هامان صدر اعظم خشایارشاه علیه آنان بشورد و آنان را در تنگنا قرار دهد و یا حتی دستور قتل برخی از آنان را صادر کند. البته یهودیان در برخی کتاب‌های خود می‌گویند مردخای که پیشوای دینی یهودیان در عصر خشایارشاه بوده، وقتی حاضر به تعظیم در مقابل هامان نمی‌شود، او و اتباعش مورد غضب هامان قرار گرفته و تهدید به مرگ می‌شوند. یهودیان که به صورت غیر رسمی در دربار شاه نفوذ داشتند، چاره می اندیشند و از این فرصت استفاده کرده و دختری یهودی به نام استر را به عنوان ملکه و شهبانوی کشور به پادشاه معرفی می کنند و به اون نیز توصیه می کنند که یهودی بودن خود را پنهان کنند. شاه سوس عنصر نیز وقتی زیبایی او را می بیند، شیفته او شده و او را به عنوان ملکه تمام ایرانیان بر می گذیند، بدون آن که بداند او یک یهودی است و یا برادرزاده مردخای رهبر مذهبی یهودیان ایران است. استر ملکه ایران می شود و با نقشه های مردخای عموی خود صدر اعظم خشایارشاه یعنی هامان را از تخت صدر اعظمی به زیر کشیده و بر دار می افکند و به همراه 10 پسرش به مرگ محکوم می کند. یهودیان حاکم بلامانه دربار هخامنشی می شوند و البته آنان در برخی کتب خود آورده اند که هامان در نزد مردخای توبه کرده است که تواریخ دیگر گواهی قتل وی توسط یهودیان را می دهد. یهودیان چون بر بلاد ایران حاکم شدند، از پادشاه 3 روز مهلت خواستند تا مخالفان پارسی ایرانی یهودیان را بکشند و در این 3 روز بیش از 77,000 ایرانی توسط یهودیان قتل عام شدند. از آن زمان تا کنون این روز به عنوان استر زنده نگه داشته شده است و هر سال یهودیان سراسر جهان در این روز مراسم مختلفی از قبیل روزه گرفتن، برپایی جشن و پایکوبی، نوشیدن شراب و افراد در مستی و دادن هدیه به یکدیگر گرامی می دارند. اما از آن روز به بعد ایرانیان در 13 فروردین از خانه های خود بیرون می روند تا یک بار دیگر در خانه هایشان قتل عام نشوند. حتی نحسی 13 تا آنجا بالا گرفت که تا چند دهه قبل کسی حق نداشت روز 13 به در برای دید و بازدید جایی برود، مگر اینکه خودش را برای شنیدن لقب نحس و بدیوم آماده می کرد. دید و بازدید رفتن در روز 13 فروردین در تهران قدیم به معنای نحوست بردن به خانه دیگری بود و هنوز هم در بعضی از شهرهای کوچک گفته می شود که تمام بلاهای یک سال در روز 13 فروردین نازل می شود.
و مهمان ناخوانده در این روز کسی است که بلاها با قدم او به خانه میزبان می آید. دوستان، امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کنید.